خبر حمایت بیش از 500 پارلمانتر و اعلام مواضع جمعی و فردی برخی از اونها در حمایت از طرح ماده‌ای خانم مریم رجوی و مواضع مقاومت ایران در آلمان چند روزیه که منتشر شده. برای بررسی اهمیت بیانیه این پارلمانترهای آلمانی همراه هستیم با آقای مهندس محمد علی مهرابی از آلمان. سلام می‌کنیم به شما آقای مهرابی و خیلی خوش آمدید و از اینکه با ما همراهی تشکر می‌کنم ازتون. بفرمایید. منم سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و درود می‌فرستم به کانون‌های رهنمان شورشی که واقعا نور امید رو در دل این خلق ما روشن نگه می‌دارن. در خدمتتونم. مهرابی، این بیانیه که در مسیر کارزارهای مقاومت ایران الان به دست اومده، به نظر شما چه نقش و جایگاهی میتونه ایفا بکنه؟ چون به نظر میرسه که توی آلمان هم فکر می‌کنم این کار جدید بود که اتفاق افتاد. بله دقیقاً، این واقعاً یک کار بسیار عظیمی بود و به خصوص در کشور آلمان، به جدا از تعداد واقعاً انبوه نمایندگان، 500 نماینده پارلمان که حدود 180 تا از اینها از پارلمان بوندستاگ یعنی پارلمان فدرال بودن و مبقی از پارلمان ایالت ها و واقعا یک رکوردی زد در آلمان و این حاصل زحمات بیشاعبه دست اندرکاران مقاومت در آلمان بود که دست مریضات دارن و باید از بین انبوهی از انتظاراتی که دنی انبوهی از مشکلاتی که ایجاد میکنن برای مقاومت در آلمان عبور میکردن تا به اینجا برسن. در این نشستی که بود افرادی بودن مثل خانم ریتا زوسموت و که بسیار یعنی حتما معرف حضورتون هست، ایشون از پرسابقه ترین نمایندگان پارلمان فدرال هستند. دکتر یونگ، آقای داتسنبرگ و دیگران. این اسامی که نام بردم و خیلی از نمایندگانی که حضور داشتن در اونجا و حمایت کردن، اینها کسانی نیستن که واقعا خلق و سایه به این مواضع رسیده باشن، به خصوص که در این کنفرانس یک چیز بسیار مهمی مطرح شد و اون هم این در واقع سرانگشتان رژیم در خارج کشور که من فقط این رو از قول آقای داتسنبرگ میگم که اینها رو کارشناسان ایرانی جعلی نامید و واقعا بسیار لقب درست و زیبایی به اینها داد. این بزرگترین دستاوردش بود. البته این هم این دستاورد رو هم ما مدیون زحمات گروه ایران آزاد هستیم که یک جزوه بسیار مهم و مبسوطی رو در رابطه با افشاگری این نوع افراد که سرانگشتان رژیم هستند در اینجا و خودشون رو در این دولت ها جاسازی کردن و اونها رو کمکشون کردن که جاسازی بشن، مطمئنن به دور از چشم مماشات نیست، ولی اینکه این نمایندگان الان به اینجا رسیدن که اینها در واقع کسانی هستن که خاک در چشم مردم میپاشن که مسلمه کارشون چیه. اینها همیشه ادعا میکردن که این رژیم با وجود همه جنایتهاش پایداره، یکی از این حرفایی که میزنن و کاری نمیشه کرد. بعد مجاهدین در بین مردم ایران پایگاهی ندارند و از این جور خزبلات که اینها مطرح میکردند. ولی در این جزوه که من واقعا درخواست دارم از اون ناشرینش که این رو در اختیار عموم قرار بدن، حاوی بسیار مطالب جالب با مدرک هست که
این چهره ها رو رسوا میکنه، افشا میکنه و این افرادی که من نام بردم، این نمایندگان کسانی هم نیستن که برای خوش آمدن من یا دیگری بیان و مسائل رو مطرح بکنن و به اونها تکیه بکنن که خودشون مطمئن نباشن. ببینید، ما با افرادی سر کار داریم، با نمایندگانی اینجا سر کار داریم که سالهاست کار دیپلماتیک میکنن و این کارهای اینها خودشون این کارهاشون رو با حدس و با دوستی و اینها برقرار نمیکنن. اینها مطمئن هستن، اینها میدونن و بهشون ثابت شده که این سرانگشتان، در واقع این کسایی که خودشون میگن کارشناسان جعلی، اینها کسانی هستن که از طرف رژیم هستن و برای کمک به مماشات و کمک به رژیم جنایتکار رژیم در ایران اینها به خدمت گرفته شدن. این رو من از بزرگترین دستاوردهای این کنفرانس میدونم. لابیایی که شما اشاره کردید که اینا بهشون اشاره کردن، فقط منظورتون لابیای داخل آلمان رو تو این کنفرانس بهش اشاره کردن یا کل لابیای رژیم در اروپا؟ ببینید، در کل اروپا بیشترینشون در لابیای رژیم در آلمان بودن، ولی خب این لابیایی که فرض در آمریکا هم حتی فعال هستن، اینها هم خیلی در اینجا نقش دارن و در پارلمان اروپا فعال هستن، ولی کلن در این کل اروپا این لابیا رو افشا کردن، ولی بیشترینشون از کشور آلمان هستن که در این جزوه واقعا به تفصیل کارها و خدماتشون برای رژیم اونجا مطرح شده و روشن شده و این بسیار مهم بود. اینکه بعد از این خود این نمایندگان میگفتن این یک دروغ محض، در صورتی که آلترناتیو بسیار قوی وجود داره و با برنامه و به برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی اشاره کردن و اون رو بیان کردن و اینها دوست داشتن واقعا یک بار دیگه هموطنانمون صحبت‌های خانم زوسموت رو گوش کنن، بسیار با تفصیل، هم از رهبری این مقاومت، از قدرت این مقاومت، از نقش این مزدوران خارج کشوری و از آینده رژیم. بسیار واضح و روشن خانم زوسموت صحبت میکنن و مطرح میکنن که این رژیم آینده‌ای نداره. بله، خیلی ممنون. در واقع اینجور که من متوجه شدم، در واقع یکی از اساسی‌ترین دستاوردهای این کنفرانس ضربه به اون لابیای رژیم توی آلمان و به طور خاص حالا تو اروپا یا حتی تو آمریکا بود که توی این کنفرانس اغلب سخنرانان بهش زارن اشاره کردن. از نکات مهم دیگری که توی این کنفرانس بهش اشاره شد، آیا به لیست گذاری سپاه پاسداران هم اونجا اشاره شد یا در این رابطه هم صحبت کردن این نمایندگان یا نه؟ دقیقاً، حتی یکی از نمایندگان مطرح کرد که ما رژیم جمهوری اسلامی رو باید عنوان در لیست تروریستی بذاریم. این مسئله سپاه پاسداران یکی از مسائلیه که لیست گذاری سپاه که از مدت مدیدیه که اینجا بین نماینده ها مطرحه و یه نکته بسیار جالبی هم که در این کنفرانس بود، این شرکت گسترده نمایندگان دموکراتیک، یعنی احزاب دموکراتیک، واقعا از همه انواع احزاب بود و اونها یکی از مسائلی که بهش تکیه میکردن مسئله لیست گذاری سپاه منوانی نیروی تروریستی بود و فقط یکی از نمایندگان حتی این رو، یعنی بیشتر خواستش رو بالاتر بود و درخواست لیست گذاری رژیم رو به عنوان یک سیستم تروریست کرد و این یکی دیگه از دستاوردهای این کنفرانس بود که واقعا میشه فقط دست مریضات گفت. بله، ما سپاسگزاری میکنیم هم از شما هم از همه همکارانتون و دوستان مقامات که اونجا تلاش بودن برای برگزاری این کنفرانس و برای همه فعالیتاتون در آینده هم آرزوی موفقیت داریم. خیلی ممنونیم از شما آقای مهرابی که همراه ما بودید.
درود بر شما. من اجازه میخوام فقط خیلی کوتاه در آخرش از هموطنانمون که واقعا صدای ما رو میشنوند درخواست میکنم که در همیاری که در 12 فروردین شروع میشه با تمام قوا شرکت کنم. بله 22 دی ماه هست. درود بر شما. خیلی ممنون. یادآوری به جای کردید در پایان. دی ماه. بله معذرت میخوام. بله خداحافظی میکنیم با شما آقای مهرابی.